سلام به روی ماهتون دوستای گلم. امشب قراره با هم یک لیسه عربی فوق‌العاده دلبر جذاب رو با هم درست کنیم. قبلش فراموش نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید تا انرژی بگیرم تو ویدیوهای بعدی آموزش‌های لیسه عربی بیشتری براتون بذارم. پس حتما با لایک کردنتون از کانالی که مختص به خودتون حمایت کنید. دکمه لایک رو بزنید. کانال رو اگه سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های جدیدی که میذارم مطلع بشی. برای این ریسه از سیم شماره 4 استفاده می کنم. برندتون هم اگه برند ماهور باشه که خیلی عالی میشه. به اندازه 30 سانتی متر برش میزنم. متریال این کار مارکیز 10x5 و نگین های اتریشی سایز 20 و 30 که جنس اینا سنگه ولی مارکیز پلاستیکی بود. میام اول سیمم رو دولا میکنم. از این قسمت انشاباتی روی سیم درست میکنم. این یه دونه انشابمه. بعدی رو ببینید، یه حلقه اول درست میکنم، اینو پیش میدم تا این حلقه کوچیکتر بشه. بین هر انشاب سه بار سیمم رو پیش میدم. انشاب بعدی رو ببینید، یه حلقه بزرگ درست میکنم، این انقدر پیش میدم تا اون حلقه کوچیکتر بشه. سیمو سه بار پیچ میدم، انشاب بعدی رو درست میکنم. پس بین هر انشاب سیمتون رو سه بار پیش میدیم. سیمم که کوتاه شد، این اندازه شد، سیم سمت چپ رو میارم سمت راست و ما بقیه انشابات رو درست میکنم. حالا حلقایی که درست کردم و قشنگ صافشون میکنم تا موقع چسبوندن نگین راحت تر باشم. تو یک شاخه 9 تا انشاب زدم، 4 تا سمت چپه، 4 تا سمت راسته و یه دونم که اون قسمت بالای شاخه است. نگین های اتریشی رو بر میگردونم و یه خوردم از همدیگه فاصله میدم. روی حلقه ها رو با چسب حرارتی اسپیشیال چسب میزنم و نگین ها رو به این شکل میچسبونم. از نگین های اتریشی ریزتر شروع می کنم. وقتی به قسمت پایین شاخه که میام، نگین اتریشی سایز 30 رو استفاده می کنم با یه دو تا مارکیز. هر شاخه‌ای که درست می‌کنین آخر کار حتما لابلای شاخه اون تارهای چسب رو بگیرید تا کارتون تمیزتر بشه. پایان کارمون به این شکل شد. به اندازه 3-4 سانت از سیمش رو نگه می‌دارم، ما بقیه هم قیچی می‌کنم. از همین مدل شاخه یه چند تا کوچیک‌تر هم حتما درست کنید.
حالا بریم سراغ درست کردن این شاخه که قسمت پایینش رو پهن‌تر درست کردم برای وسط ریسه. ویدوره خورده تندش کردم که وقتمون گرفته نشه. درست کردنش مثل شاخه قبلیه، فقط قسمت پایینش فرق میکنه. اینجا که قسمت پایین شاخه است، به جای یک دونه انشاب سه تا انشاب درست میکنم که هم اندازم نیستن، کوتاه بلندن. حالا نگین هاشو بچسبونیم. ببینید نگین ها رو برگردونید به پشت، روی سطح صافی هم قرار بدید، شاخه رو چسب بزنید و ببرید روی نگین قرار بدین و بچسبونین، یا اینکه روی حلقه رو چسب بزنید و نگین رو روی انگشتتون قرار بدین و از زیر حلقه بچسبونین. ببینید به این شکل میگم، حلقه رو چسب زدم، نگین رو میارم، از زیر حلقه میچسبونم. از این مدل شاخه 8 تا درست کردم. از این مدل 4 تا. از این شاخه‌های کوچیکم 6 تا. رسیدیم به بخش شیرین آموزش که مونتاژ ریسه هاست.
کار مونتاژم تموم شد. ببینید روی سیم رو چسب زدم که سیم توی مو گیر نکنه. حتما روی سیمتون رو چسب بزنید. حالا میام قسمت‌های وسط ریسه رو با مارکیز پر می‌کنم. چسبتون حتما تأکید می‌کنم اسپشیال باشه که مارکیزاتون کنده نشه. چسبوندن این مارکیزا هم سلیقه‌ایه. یکی دوست داره تو جای خالی مارکیزا رو شکل گل بچسبونه. یک گل مثلا 5 پر، 2 تا گل کنار هم دیگه، 4 تا گل کنار هم دیگه. ولی من مارکیزامو نامنظم چسبوندم. خب چسبوندن مارکیزام هم تموم شد. چون دو تا ریسه بود دیگه با سیم به هم وصلش کردیم. فقط حواستون باشه که مارکیزا رو به شکل قرینه بزنید، یعنی جوری نباشه که یه طرف ریسه رو خیلی پر کار کنید و یه طرف ریسه خلوت بمونه. ریسه جذابمون آماده شد. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. لطفاً فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون هم حتما برام کامنت کنید. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.